الان وسط آتیشه، یا کمکم کن خاموشم یا آتیشت بزن. از این معرکه خلاص شدی پیشم بیا بچه محل. نظر دخترت به علاقه شک کن. نه مامان طاهره جان، نه نظر، نه نیاز، نه انتظار. داشتم لوازم ها رو میذاشتم تو ماشین، دیدم آقا علی افتاد، میگن سکته قلبی کرده. زندانی به ملاقاتیه، اونم که تو نداری. نوما رو پر کرده دیاز، مگه نه؟ الان فصل باقالی و آبگوشته، اگه دوباره مرافع پا نکنی ها سر تو کار خود باشه و جارود، فصل آبدوخیار آزادی. اینجا بیاد نمیمیرم بیلسه بدنه خونم در ببین مامان چه کرده به وقت و نوشه چه بکشم. آره دیگه بچه یه چیزش کمه. چیش کمه؟ این که عالیه. سبزیش کمه بابایی جونم. کسیفه چیش کسیفه؟ ما با آب جوب بزرگ شدیم. واقعا؟ به من نگفته بودی؟ لورا اگه میگفتم زنم میشدی؟ نه آخه مردی که با آب جوب بزرگ شده باشه
کی زنش میشه؟ نمیشه. هر روز هم دیر نشده. چرا اتفاقا دیر شده؟ برای جدا شدن از مردی که نجیبه، وفاداره، امنه، دست نوازش رو سر خانواده و برادر زن یتیمش داره، خیلی دیره. من هم عاشقتم، هم مدیونت آقا ولی. یکم غلیظه، برم آب بیارم. تو سبد ماما. آره عزیز. من قربون شما برم آقا ولی. خب باشه، بگو باشه. وقتی شنیدم اختر نمد زن نامی سند گذاشته قیاس رو برده بیرون، تمام خاطرات دانشگاه واسم زنده شد. تو دانشگاه پای پایین بودی، بعدش رفتی اصفهان. چرا رفتی؟ مگه تو به من میگی شمارم از کجا آوردی که این چند روز هی مدام به من زنگ میزنی؟ بهادر از همون موقع ها میشناختم که تو رو میرسون جل دانشگاه. ازشم خوشت میومد. برمن اون موقع خوش اومدن یعنی عبد که زنش شدم. همسال بهادر شغلش رو موسموس کردنه. یادم عبدو چارشونه هم بود. جدا شدی ازش؟ چی چارشونه هم نبود بود. تو همون موسموسه شماره من از بهادر گرفتی؟ چه شماره شماره میکنی؟ چی میگی تو؟ چی میخوای؟ قیاس از تو دوستر بوده که اون مونده تو زندون تو آزاد شدی؟ نه، چند تا دعوا بیشتر کرده که حبسش بیشتر شده. قیاس میشه بزرگترین گناه زندگی. شدم شیرین ترینش. کمک کن با خودم ببرمش. مگه چمدونه؟ نه چمدون نیست، کفتره. جلد خونه باباشه. با خودم که ببرمش، سه تا پرشی که بکشم روی خونه باباشو گم میکنه. اون وقت بابات زنده میمونه. قیاس گرفتاری مشترک بین من و تو. تا چیزی از دستم نیفته. وای عبد، عبد همه زندگی نوچ شد. بذار تمیزش کنم. نه نمیخواد، باید بری تو ماشین لباس شویی. نداره دیگه، حالا آب روشنایی. آب رو شنیده بودیم، نوشابه رو نه. حالا کجاشو دیدی؟ با من هم زیاد میبینی هم نازی کن. اونجاست تو چرخ و پلک، برش دست تکون بده، داره خوش میگذرونه. میدونی عبد، اصلا فکر نمی کردم مهر نازی اینقدر زود به دلم بشینه. حس می کنم گم نشه. نه گفتم تموم شد همونجا وایسه.
2000 برام احترام داشتی، چون به موقع فهمیدی بعد از زندگی من اون آسیب دیدی. الان دیگه بگو یه شایی اینجا چیکار میکنی؟ شدی لولوی تونل وحشت الان؟ الان عاشق شد. آیا عبد از اون بالا من چجوری میبینی؟ نگاه تو میشناسم. وقتی عصبانی میشی، وقتی خجالت میکشی، وقتی حسودی میکنی. تو دانشگاه تو آقل دانشتی ببینی زنید دو نمره ازت بیشتر میگیره. دوست داری همه رو از بالا نگاه کنی؟ دوست داری زن معتاد بی خونواده تا ترکش بدی؟ خوشحال باشی که سرش پوشت پایینه؟ نه؟ نشگی به خودش بردتت، بری مزخرف. حال خوش و خرم و عشق و شوهر و احترام اینا با خودش بردتم. از مواد رو بزی زمین تا کسی از بالا نگاه نکنه. بیاس شرایط از بالا نگاه کردن نداره. بیاس؟ اونم معتاده؟ هممون معتاده. کم بودم اون معتاده اون میکنه، حالا که قایمش میکنه، یکی با خانواده حلش میکنه، یکی هم دودادمش میکنه. خب پس تو هم حلی دیگه. فقط الان نمیدونم نشه یا خمار که اومدی مزاحم من خانوادم شدی. میخوام باش برم، رفتم پول میخواد، گفتم کمکم نکنی برمیگردم، حالا برگشتم. یه سال پیشی گفتی، گفتی باج نمیدم، گفتی اختر جا و پناه و پول میخواد عمرن، زنگ زدی پلیس، یه سال عمر بنده کردی تو قوطی کبریت. حالم از این لعنت به هم میخوره. چه لعنی حرف میزنی؟ یه خانم؟ من نگفتم دارم مدل یه خانم حرف میزنم، دارم مدل یه باجگیر حرف میزنم. خرج سفرمون با تو. حتما این روزا اینجا کشیکمونو میکشیده. کشیک بکشه، پلیس واسه همین روزا گذاشتن دیگه. یعنی از اینجا تا شهر بازی دنبالمون اومده؟ تا دیدمش شناختمش. نشناختیش؟ اگه شناخته بودی نمیگفتی چرا داری بهش باج میدی. کارو نمیکنی، نمیذارم کارو بکنی. بیرون در وایساده. چی؟ تو از کجا میدونی؟ نکنه گفتی دنبال ماشینمون بیاد. آره عبد؟ آره؟ نمیگفتم هم آدرس اینجا رو داشت. آروم باش مریم جون، پول بهش میدم ردش میکنم بره دیگه. راضی نیستم. راضی باش، اون زخم اینو داره که دادمش دست پلیس. راضی نیستم. پول کمیه. مگه حرف من پوله؟ من میگم عملت اشتباس. پارسال بهش باج ندادی الانم نمیدی. ده زخم پارسالو داره که چسبیده به نازی دیگه. عبد راضی باش. عبد با یه چمدون از این خونه رفت بیرون. فکر کن مهریش باشه. شوهرم ترسیده نه؟ من سر بچه هم ترسو هم. ولی من نیستم. شاید چون بچهت نیست. مزخرف گفتم. به مریم من اینجا قبلا خونه من بود. بزرگه نه؟ گرمه. خب کوله روشن کنی. با آدماش گرمه. آخه چک. چند تا آدرس عوض میکنی تا برسم بهت؟ من میخوام برم اصفهان. بیا اینو بگی.
میخوام برم پیش بچه‌م. بذار بره، عیب نداره. مریم من درستش میکنم، نازی با من. نازی اصلا انقدر اینجا نمیمونه که تو بخوای چیزی رو درستش کنی. پاسپورت قانون میدهتش به من. قانون نازی رو میده به یه بی سر و پای بلگرد باجبین؟ جرات داری دست بزن. شما واتیونی؟ تمومش کن مریم. پلیس میاد تمومش میکنه. مریم پلیس میاد تمومش میکنه. من تمومش میکنم، تو هم میری تو خونه الان. عبد الان دفعه بعد برمیگرده، این بار میزنی این بره گوشم. دفعه بعدی نداره. دست من از پایین داری با من حرف میزنی؟ نداره. نداره. به اون چکه تو بیارم. اینو بالاخره از کجا تونستی گیرش بیاری؟ عبد بود، شناختیش؟ آره شناختمش، ولی اون من نشناخت که میگه قاطی تو هم. من قاطی بابامم، عشقه به بابام، طول اون برای بابام. بینه تو هم قاطی قیاسم، عشق قیاس. عشق باید بیارزه. میارزه. جاده رو به پان شدی. پیش‌دستی رو بردم. فردا آزاد میشه، قرارت با خودت چیه؟ قرارش با خودش یه قلبش یا با دخترش؟
زندگیش رسیده به باتری. قیاس بیاد آفت همین باتری قلبش میشه. خوبه اینو بدونید که خوبه شما بدونید که اگه آقا ولی دو تا زن دیگه هم بگیره، باز من جای مادرشم و بهش محرمم. وقتی این مادرشم حرفی نمیزنم که آفت قلبش بشه. شما انوشه خانم میشینید یا میرید؟ بالاخره اینجوری بالا سرم وایستادید، من معذبم. منم نیومدم اینجا تا آقا ولی رو از دست کسی در بیارم، اومدم بهش بگم یک سال و خورده ای دندون روی جگر گذاشتم نرفتم ملاقاتش، برای که گفتم باید تنبیه بشه. امروز رفتم چون میدونستم فردا آزاد میشه. وقتی ماری مثل اختر نمد زن دورو برش پرسه میزنه، چه بسا زندان براش امتره. شما میشنید یا میرید؟ بالاخره رفتنو که بالاخره میرم، باید زنگ بزنم به حاله. میگم که میخوام به حاله زنگ بزنم، چون فردا نگید که بدجنسه و آجر چیده بین پدر و پسر. به حاله زنگ میزنم چون اونم این قیاس بچه ی همین پدره. من به نگرانیتون احترام قائلم، پس شما هم لطفا به نگرانی من احترام بذارید. قدمتون رو چشم، ولی ای کاش تشریف می آوردین، انصافتونم با خودتون می آوردین. من چه رفتار بدی داشتم؟ چه بدی کردم که به این نتیجه رسیدید که من نگرانم که کسی بیاد و آقا ولی رو از دست من بگیره؟ من میگم باتری، من میگم سلامتش رسیده به تارمو، شما میگین ترس. من میگم شمایی که عاقلی، سرد و گرم روزگار رو چشیدین، یه حرفی، یه راهی جلوی رومون بذارید که این تارمو پاره نشه. همین. شما هم لطفا این هندونه رو خراب نکنی، ببرید برای مهمون. اگه قیاس بیاد این تارمو پاره میشه. قیاس داره مسجد منه، بیاد پاره میشه، نیاد پاره میشه. از حال روزش برام بگو. 10 دقیقه وقت ملاقات بود، عینشو زار زد. شما خودت مردی، میدونی وقتی شونه های یه مرد بلرز و زار بزنه یعنی چی؟ قلبش قد یه انگشتونه شده از تنگی. نه اینکه فکر کنی لیلی بلالاش گذاشتم، نه، فقط چپ چپ نگاش کردم و بلند شدم و اومدم بیرون. قرض این که فردا صبح پسرت، قند عسلت، در مسجدت آزاد میشه. رفتن درمان دردش نیست. شما صبح اول وقت پا میشی میری جلوی در زندان، فقط برای این که وقتی میاد بیرون زل بزنی تو چشاشو، چپ چپ بهش نگاه کنی تا بفهمه حالا کجاشو دیده. بعد مجازات قانون مجازات پدره. نمیگم ببرش خونه، مغازه بهش بده، محلش بذار، میگم چپ چپ نگاهش کن بفهمه بزرگتر داره، پا قلم کن داره که دیگه خطا نره. از قول من از خانومت خداحافظی کن. یکی باید جلوی بابا رو بگیره.
من الان برمیگردم تهران، از جاده قدیم میام زود میرسم. و تصفیه دانشگاه بخوره تو سرم وقتی بلا داره سر بابایم نازل میشه. ماما شما گوش کن، مادر من گوش کن. الو ببین ماما من شارژ ندارم. مامان گوش کن. الو خوابم نمیاد. تو خدا هر 10 دقیقه یه بار زنگ نزن. الو زدم به یکی. بترس چیزی نشد فقط نازشی بگی برو. چند تا خفگیر دنبال من برو. تا رو قرآن خانو بگیر چند تا خفگیر دنبال من برو. ببین خانم اسم من آهی امیرعلی. امیرعلی اسمم نیست، فامیلیمه. کیفر طلام اون دو تا موتوریام خفگیرن. 2 کیلومتر پایتر ماشینا رو پنچر کردن که دستشون به این کیف برسه. خب گوشت بابانه بهمون میرسن. منش چرا قاطی ماجرا کردی؟ خاطر امانت مردم خانم. امانت مردم به من چه ربطی داره؟ وقتی خوراک جلو ماشین میزنی یعنی به تو ربط داره. میشه به اعتماد کرد یا نه؟ به این قرآنی که جلو ماشین تو اعتقاد داری یا نه؟ چرا میرزی اینجا؟ جلوتر بهت میگم. فقط نمیدونم چرا بلد نیستی گاز بدی. ببخشید که بیشتر از این نمیره ماشینم. اگه این جواهر مال من بود ریس میکردم و جلوشون پای میستدم. ولی امانت پای اسم بابا و امانت داریش بسد. زدی به آدم. از خودمون دفاع کردم. من داشتم میرفتم خونمون، دفاع نمیخواستم. خیلی خوب برو خونتون دم اولین پیستول کن. من میپرم پایین. تا می جواهر رو برده دم اولین پاسکا بایستم. منم میرم این موتوری ها دست به سرش میکنم، میکشم ایشه سمت دیگه. خب باشه جونم مادرت کلک نزنی به من.
میکشمش. کم کن زفت یه دقیقه. دارم به همزه سدن چیدی؟ دارم میکشمش رو در. این طلاها، اینم گزارشی که گفتی بعد بنویسم. من خیلی دیرم شده، باید زود خودم برسونم تهران. شما نیم کیلو طلا آوردی گذاشتی جلوی من، یه داستان تعریف کردی. این باید پرونده بشه، دستور قضایی بخوره و ثابت بشه. آقا چی ثابت بشه؟ اگه من دوز بودم که برنمی داشتم این طلاها رو بیارم اینجا. قربانی مورد خفگیری و دستگیری برامون آوردن. بسیار خوب، شما بفرمایید. ماشینه بدون شیشه که نمیتونید بدید. سوز باید تهران باشم، عجله دارم. بله، به همین دلیل واسه تون یه متودی زدم که حالا میبینید. متو؟ آره، ولی این نفسندیدی میتونم تون دربست بگیرم. دربستی نیستم. پس حداقل باید میسید به خسارت ماشینتون رو بهتون بدم. خسارتی هم نیستم. حاله؟ خانم معمولا بابا اسم بچهشون رو مغازشون میزنن دیگه. وای که چه ماجرای، اسم من رو شیشه اون مغازه و چه ماجرای؟ قیاسو میشناسی؟ نه. بهتر چیزی از دستم بده. قیاس که؟ آفت جون مادر نزایده. مادر سرزا رفته. نامزدتون که؟ مادر نزایده. اینم متد من. فکر خوبی بود. اینکه 20 متر نرفته باد میزنه میندازتش، فکر خوبی بود. حداقل 20 متر خیالم راحته دیگه. نه میشه لطفا در رو ول کنین؟ بله. آدرس مغازتون رو دارم، میام ماشینتون رو میبرم میکنم دسته گل، این ماشین عروس. ببخشی یه لحظه واسه تشکره، این واسه خواهرم درست کرده بودم، این اون جواهره گرون نیست، گفتم بدمش به شما واسه تشکر. نه نمیتونم قبول کنم. فقط واسه جبرانه. نمیتونم قبول کنم. ببینی خانم، مگه نگفتین میایین ماشین هم میکنین این دسته گل شکل ماشین عروس؟ دقیقا.
آقا تشریف بیارین، صورت جلسه رو امضا کنین، طلا رو بگیر بدین. چشم فداتم. بریم وسط امضا کنم. بفرمایین. سلام طاهره خانم. سلام. من از زندان تماس میگیرم، از طرف نوتون قیاس. قیاس گفت بگم امروز آزاد نمیشه. نمیشه؟ والا یه مرافعه کرده تو زندان که آزادیش لغو شده. میتونم با خودش حرف بزنم؟ واسه تنبیه بردنش انفرادی. بهم رسون که به شما بگیم. فکر کنم باور کنم. من خوب دروغ میگم. ها مرد دروغگو که مرد نیست. نداشته باش که بی خیال پسرم شم. من هیچ وقت همچین توقعی نداشتم. تنها توقعم ازت اینه که مراقب قلبت باشی تا از کار نیفته، سایت بالا سرمون باشه. اما قیاس میاد و قلبتو از کار میندازه. این روز برام روشنه. متاسفانه اینم تلفن. اون شونه رو بده به من. سلام حاج خانم، من دارم میرم جلو در زندان. شما تشریف میارین دیگه. نمیخواد بری. قیاس امروز آزاد نمیشه. اسم خارجیش پیس میکره، همون باتری خودمون، باتری قلب. قلب تو حالت طبیعی تو هر دقیقه 60 بار میزنه. وقتی نظر، وقتی سکته کردی قلب ضعیف شد، میان چیکار میکنن؟ این پیس میکر رو میذارن رو قلب. قد یه ساعت مچیه. این ساعت مچی تا زمانی طبیعی کار میکنه که ضربان به 1000 نرسه. وقتی بعد گرفتن بابا ولی سکته کرد، ضربانش به 1000 رسیده بود. بهم گفت بابا رو میگم. بهم گفت بیام بهت بگم از ساعتی که شنیده داری آزاد میشی، ضربانش هی میره بالاتر.
ترس نبره که انقدر ضربانش بره بالا که قلب یهو بترکه، که اون باتری که بهت گفتم قد ساعته از کار بیفته. شرمنده، ولی هیچ کس نمیخواد تو برگردی. حتی الهام که با هزار تا امید داره دعوا درمون باباش ادامه میده. ببین هیچ کس اینجا نیست جز من. لابد نمیخوان که برگردی، ولی تو حتما صلاح خودتو بهتر از همه میدونی. دخترم، این همون دروغی بود که زندگی بابا تو پشت رو کرد. حال منو با دروغ و ناامیدی راهی خاکی ناکجا آباد کرد و خودش برگشت، به پشت سرش نگاه کرد و عشقی که در انتظارش بود، آهی امیرعلی. ولی نمیدونست که این دروغ مثل این مریضی واگیردار تو همه ما میپیچه و با همه ما چه میکنه، با خودش، با عشقش، با مادرش، با من و مامان طاهره و بابا ولی، آقا ولی، قهرمان زندگی، قهرمانی که همیشه کم داشتمش. وقتی حالا گفت بابا ولی منتظرم نیست، باور کردم، چون جایی را آباد نذاشته بودم که توقع روی خوش داشته باشم. وقتی گفت الهام منتظرم نیست، باور کردم، گلی به سرش نزده بودم تا باور نکنم. وقتی مامان طاهره را بیرون در اون زندان ندیدم، باور کردم، چون میدونستم جوری باید سنگین و رنگین برم که دیگه هیچ وقت نبینمشو فلان. بابای تو اون شب رو پشت بام تهران نشست و نشست تا سرنوشت بیاد و پشت سرش بشینه. اختر نمت زن، تنها کسی که قیاسو با همه خرابه هاش هنوز میخواست. تهران از این بالا فقط قشنگه. اختر نمت زن، مادر تو، دخترم. اضافه نیومده؟ کار که اضافه نیست، کی میخوای؟ دارم میرم عروس دعوت کنم. عروسی آبجو دیروز یه از خدا بی خبر تلفن زده به طاهر خانم، از خدا با خبر اش دروغ گفته که بله اخیاس مرافعه کرده و از نور آزاد نمیشه. و تو کی اینقدر بد شدی که من نفهم بودم؟
ببین آقا جون، دو تا دیگه جواهر من تو ماشین ایشون جا مونده. وقتی هم میگم آبروی بابا یعنی پیداش میکنم. این به خودم.